اطلاعیه 1376 کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو. چهارم ژانویه سالگرد تولد لوی بریل انگیزه شد تا سازمان ملل آن روز را روز جهانی بریل نام نهاده و به ثبت جهانی برساند. و پس از آن بود خط بریل روز به روز تکامل یافت و با تکنولوژی جدید نیز منطبق گردید. اگرچه هنوز هم با مشکلات و کاستی‌های روبروست، به ویژه در ایران ما که موزلی است علاوه بر سایر مشکلات و موزلاتی که روشندلان کشورمان با آن دست به گریبانند. به باور آقای یدالله فرزین ستوده، معلم بازنشسته نابینایان، یکی از بزرگترین چالش‌های خط بریل در ایران عدم امکانات آموزش و دسترسی نابینایان به این خط است که اگر بریل نداشته باشند سواد ندارند. اگرچه کامپیوتر کار نوشتن را سهل‌تر می‌سازد، اما آشکارا شاهد غلط‌های بسیار فاحش در نوشته‌های نابینایان و حتی افراد بینا هستیم که هیچ کنترل، مدیریت و یا برنامه‌ای هم برای پیشگیری از این گونه اشتباهات وجود ندارد و این خود مشکل دیگری است بر سایر مشکلات آنها. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران از چاپ کتاب‌های بریل هم پشتیبانی نمی‌کند. همچنین چاپ کتاب برای کودکان نابینا از جمله دیگر مواردی است که مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. و این عدم توجه به ارتقای سطح دانش علمی جامعه نابینایان که در گرو گسترش فرهنگ کتابخوانی به دنبال خواهد داشت. چرا که نابینایان برای مطالعه و افزایش آگاهی نیازهای ویژه خود را دارند. مرکز رودکی هم که این کار را میکرد مدتی است که عملکردش متوقف شده است. آقای حسین شیرخانی، کارشناس ادبیات نابینایان که در امر تحقیق و مطالعه رشته‌های تاریخ، فلسفه و ادبیات به اخذ مدارک عالی دست یافته است، میگوید پیشرفت تکنولوژی نقش بریل را کاهش داده است، زیرا تکنولوژی روش‌های تازه دسترسی به منابع اطلاعاتی را در اختیار نابینایان قرار داده است و نقش بریل را کمرنگ تر ساخته است. از سوی دیگر به دلیل عدم وجود زیرساخت‌ها و سخت افزار لازم در ایران، نابینایان ایران متاسفانه از دسترسی به تجهیزات روز محروم هستند. آقای بهروز افروز، یکی دیگر از معلمان جوان نابینایان، نیز در مورد محرومیت‌ها و مشکلات امروز نابینایان می‌گوید ابتدایی ترین مشکل نابینایان ایران دیدن نیست، بلکه دیده نشدن آنهاست. وی در ادامه می افزاید شوربختانه این دست از جامعه معلولان جسمی با مشکلات متعددی روبرو هستند که دسترسی آنان به کتاب‌های مخصوص خود تنها یک مورد از بیشمار موارد موجود است که چند نمونه از آن را یادآور می شود. مسئولان آموزش مدارس ساعات فوق برنامه برای فعالیت‌های غیر درسی دانش آموزان را یا حذف می کنند و یا محدودیت های اختصاصی وضع می کنند. جدا از عدم گرایش به تجهیزات نوین، در بسیاری از موارد حتی در دادن کاغذ تحریر هم امساک می کنند. متاسفانه نابینایان ایران در زمره گروه هایی هستند که بیشترین مشکل را در زمینه اشتغال دارند، زیرا جامعه نسبت به تأثیر نابینایی بر توانمندی فرد بر انجام کار و مشاغل تصوری دیگرگونه دارد. برخلاف ماده 22 منشور جهانی حقوق بشر، مبنی بر این که هر کس به عنوان عضوی از جامعه حق دارد حقوق سلب ناشدنی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خیش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خود به دست آورد. همکنون بیش از 40% از دانشجویان معلول کشور نابینا هستند و سهم بالایی را هم در زمینه تحصیل در دانشگاه‌ها و فارغ التحصیلان دارند. اما نابینایان شاغل هم از مشاغل با تحصیلات و تخصص خود محرومند و صرفاً شاغل به شمار می‌آیند.
فارغ از سلیقه و ضوابط خود تصویب شده که برای استخدام نابینایان در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. مشکل دیگر فقدان سیستم‌های حمایتی شغلی است که این خود ناقض بند 1 از ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که اشاره به بهره‌مندی همه از زندگی با کیفیت قابل قبول دارد. از این رو ما ضمن بزرگداشت 4 ژانویه و روز جهانی بریل عدم توجه مسئولین نسبت به این گروه از شهروندان را محکوم نموده، حمایت همه جانبه و رفع مشکلات نابینایان و کمبینایان ایران را در زمره وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم که باید هرچه زودتر در رفع آن اقدام نماید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.